از هر کشور یک کاپیتان خفن. امروز توی یه گردونه 20 تا از تیمای ملی فوتبال قرار دادیم. پس این گردونه رو می‌چرخونیم و هر کشوری که در بیاد، مثلا آرژانتین، مسی میاد تو ترکیب. اما اگه شانسمون بد باشه کلی تیم ضعیفی همون میفته و کارمون واسه بردن حرفه سخت میشه. میریم سراغ گردونه اول. به امید این که همین آرژانتین در بیاد و همین لباس زیبا گردونه رو می‌چرخونیم. یا علی مدد، همین اول ببین مسی و رونالدو بعد بیان تو تیم. همیشه شانسمون همین بود. پس رفتیم سرچ کردیم تا ببینیم بهترین کاپیتانی که توی تیم ملی ایران بوده و کارتش توی ای فوتبال وجود داره کیه. سیروس قایقران من کجا پیدا کنم؟ اونایی بگو که تو بازیه. علی داییو نداریم، نکونا مهتوی کیا، تیموریان هم نداریم، مسعود شجاعی جلال حسینی نداریم، حاج صفی و جهانبخشو داریم. پس رفتیم توی تیم سرچ کردیم تا ببینیم علیرضا جهانبخشو توی تیممون داریم یا نه. علیرضا جهانبخش 89 خود دارم. پس جهانبخش به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. پس ایران هستی شو ببینیم تو رو کشور بعدی. یا ببین تو رو خدا حاجی، همه تیما خوبه، فقط آسیایی و مراکش و اینا ننداز. برزیل اینا، برزیل نیمارم میتونم بگیرم، فکر کنم بتونم بگیرم. بارکلا حاجی، به خدا همین الان گفتم برزیل. کاپیتان برزیل زیاد داریم. پس رفتیم سرچ کردیم بهترین کاپیتان های تیم ملی برزیل تا پیداشون کنیم. تییاگو سیلوا، مارکینیوس رو داریم. نیمار کاپیتان بوده؟ بابا نیمار مگه کاپیتان نبود؟ نیمار توی گزینه ها نبود، ولی باید باز دوباره تلاش میکردم تو اون عکسی که تو ذهنم بود و پیدا کنم. تا اینکه جان پدرت کاپیتان بوده باشه. به خدا این بازوبند کاپیتانیه، به خدا این بازوبند کاپیتانیه دیگه، نمیدونم چرا راست بسته. پس نیمار رو به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. به این ترتیب برزیل هست میشه ببینیم سراغ کشورهای بعدی. به چرخون آقا، فرانسه، آرژانتین، پرتغال، یکی از اینا در بیاد بر اون پدرت. اوروگوئه کی کاپیتان بود آخ؟ پس رفتیم سرچ کردیم تا بتونیم کاپیتان اوروگوئه رو پیدا کنیم. از اوروگوئه بازیکن یادم نبود تا اینکه به یه بازیکن لژند خوردیم. ای فورلان کاپیتان بوده. پس رفتم توی تیمم گشتم تا ببینم فورلانو دارم یا نه. 98 داریم نبود. پس فولان به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شد. یا حضرت عباس 103. من چرا فکر می‌کردم این آرژانتین بوده؟ اوروگوئه هستش برای این سراغ کشور بعدی. ببین آلفونسو دیویس کانادا کاپیتانه. اگه کاپیتان من کانادا بندازم، من بلدم چجوری بندازم. به چرخون آقا، ایتالیا ببین هر کی بندازه عشقه. فقط پرتغال بنداز. ناکامورا ژاپن بود کاپیتان ولی بود یا نه؟ بعد رفتیم سرچ کردیم بهترین کاپیتان ژاپن تا پیداشون کنیم. این کاپیتان فوتسال نیست مگه؟ من کاپیتان فوتبال من می‌خوام. بیشور فوتسال واسه من چرا آوردی؟ به ناکامورا خیلی ایمان داشتم که کاپیتان تیم ملی ژاپن بوده باشه، اما وای کاپیتان نبوده ناکامورا. چرا من احساس میکنم این یه جای خوب بازی کرد ولی اسمشو نمیدونم. آقا کاپیتان بیشرف ژاپن الان کی اسمش هم نمیدونیم آخه. تیرمون به بمب خورد. پس رفتیم سراغ بقیه بازیکن‌ها. آقا میشه بپرسم کاپیتان الان ژاپن کیه؟ خستم کرد خود. آقا اینها دیگه با تیم ملی بازی کردن، این شماره 6شون کاپیتانشون بود، اسمش چیه خب؟ این ستاره لیورپول کاپیتانشون آندو. اسمش آندوه. خیلی توی اینترنت سرچ کردیم ولی به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. پس رفتیم توی گیم تا شاید بتونیم پیداش کنیم. اون گفت آندو، شاید اینجا ایندو باشه. حاجی به خدا اصلا تو بودی؟ پس اندو رو خریدیم و بدون معطلی وارد ترکیب شد. پس ژاپن هست میشه و میره سراغ بقیه کشورها. بابا ژاپن رفتش پرتغال بالاش بود دیگه، به من نمیده. پرتغال باید در بیاد یا آرژانتین دیگه، قسم کردی دیگه. پرتغال یا آرژانتین خدا شاهده. خوبه اسپانیا، خوبه اسپانیا. کیه کاپیتانشون؟ من خوبه پویول اگر اسپانیایی باشه 100 کاپیتان اینا بوده. پس رفتم سرچ کردم کاپیتان تیم ملی اسپانیا تا پویول پیدا کنم. ببین اینجا راموس بوده، راول بوده، این ستا بوده، نداریمشون. تو رو خدا پویول نبود؟ داشتم مثل ناکامورا از پویول ناامید میشدم تا اینکه بالاخره پیداش کردم. بیا آقا من دارم بهت میگم دیگه، حفظ من اسپانیا رو. پس پویول به عنوان دفاعی آخر وارد ترکیب شد. پس اسپانیا هستی شما میرین سراغ بقیه تیما. ببین الان دیگه این چه خدا وکیلی رونالدو مسی، خدای رونالدو. بابا گام شام الان ما به کاپیتان تو فرانسه، به خدا الان کاپیتان تو فرانسه. یه لحظه صبر کن. پس اصلا سرچ کردم کاپیتان تیم ملی فرانسه تا پیداش کنم. بابا همین الان رو پیم من دیده بودم کاپیتان، به خدا چرا عکسش نیست اینجا؟ خاک تو سر اینترنت. بابا همین دیروز من دیدم کاپیتان بود. بابا اینها دیگه امباپ، بابا اینا مصدوم شده بودش کاپیتان بود دیگه، زر میزنه. پیداش کردم. پس رفتیم توی تیم امباپ رو پیدا کردیم و امباپ وارد ترکیب شد. تیم قوقاز، فقط یه دروازه با میخوام. ببین این بار دیگه نمیگم پرتغال و آرژانتین، هر کی که دوست داری و اصلا بده، از هر کی که دوست داری. فرقی چه خواستی بدی؟ کانادا رو خواستی بدی؟ امریکا رو خواستی بدی؟ نه نه اونا رو ندی. خدا شکر آلمان در میاد. آلمان اصلا کیو داشت؟ اصلا کی کاپیتان آلمان؟ نویر. برای اینکه از حرف اطمینان حاصل کنم رفتم تو اینترنت سرچ کردم تا ببینم کاپیتان آلمان کیه. نویر کاپیتان نباشه دیگه این زندگی به درد نمیخوره. خدا وکیل نویر باید کاپیتان باشه. الیور کان مگه آلمانی بوده؟ تو آلمان کاپیتان بوده الیور کان. پس رفتیم توی تیممون تا الیور کان رو پیدا کنیم. 95 شو دارم. پس الیور کان به عنوان دروازه‌بان وارد ترکیب شد. خدایا همین 2 دقیقه پیش گفتم دروازه‌بان میخوام، دوستت دارم خدا. پس آلمان هم هست میشه ببینیم تو رو بقیه کشورها. من
نمیدونم چرا با پرتغال و آرژانتین مشکل خونی داری تو. بده دیگه پرتغال، یا پرتغال بده یا آرژانتین دیگه. بره کلمه بابا. خیانت در لباس آرژانتین آقا، این چرکتیه. پس بدون معطلی و فکر کردن رونالدو به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. آقای فرلان عزیز دلم تاج سر، برو پا عقب وایس. فرلان داره. ببین الان یه دونه آرژانتین میخوام بدی. یه دونه آرژانتین بده دل بچهای آرژانتین خوش بشه. بزن آرژانتینو. مکزیک. یه دونه من میشناسم موهاش یکم سیخ سیخ بود تو جام جهانی 2018 خیلی خوب میدوید. وینگرم بود فکر کنم. بنابراین رسمی سر کردیم بهترین کاپیتان تیم ملی مکزیک تا پیداشون کنیم. آقا کاپیتان همین الان مکزیک کی هست؟ اینو میگفتم خوب میدوید. کی کاپیتان الان؟ خودشون هم نمیدونن کی کاپیتان. از اونجایی که کلا بازیکنای مکزیکو نمیشناختیم رفتیم توی شاپ بازی سرچ کنیم تا از روی چهره بازیکن‌ها رو پیدا کنیم. آقا لوزانو کاپیتان نبود؟ حاجی این کاپیتان بوده، به انگلیسی سرچ کردم واسه 6 روز پیشم بوده، شماره 4. اسمش دیاریو اکسراه. به خدا نداریم. این الان چرت و پرت داره میگه. من مطمئنم داداش نداریم. آقا نداریم، نگردیم من میگم. خیلی واسه مکزیک سرچ کردم، داشتم ناامید میشدم تا اینکه بالاخره پیداش کردم. آقا این اسمش آلوارزه که. بابا اینها ادسان آلوارز. بابا پیداش کردم، دمت گرم. پس آلوارز رو خریدیم و مستقیما وارد ترکیب شد. بابا دمت گرم، دفاع هم بازی میکنه روی. حالا میمونه دفاعی راست و چپ، ببینیم مسی ها میده یا نه. پس مکزیک هستش و ببینیم سراغ ادامه. من آرژانتین در اومده، آرژانتین در اومده دیگه، این دفعه آرژانتینا. انگلستان، انگلستان کاپیتانش الکساندر آرنولد کاپیتان انگلستان نبوده؟ پس رفتیم سرچ کردیم بهترین کاپیتان انگلستان تا پیداشون کنیم. هری کین بوده، به دردمون نمیخوره. هری کین جلوه، جلو پره. های من میخوام دفاع، دفاع چپ یا راست. آرنولد بوده یا نه؟ آرنولد کاپیتان من میگم بوده ها. جی سنش پایینه، یه کاپیتان نکردم. وای آرنولد کاپیتان نبوده. سرچ که واسه آرنولد کردیم متاسفانه جواب نداد و تیرمون مثل ناکامورا به بنبست خورد. هری کین چرا باید همش کاپیتان باشه؟ تیری پیر مگه نیستین؟ این داداش الان کاپیتانه دیگه. این الان هری کین بیرونه، اینی که این دستشه که باید کاپیتان بوده باشه. آره دیگه، هری کین هم همینو نگرد داشته بود. اما از اونجایی که تیری پیر رو توی تیممون نداشتیم رفتیم توی شاپ سرچ کردیم تا شاید پیداش کنیم. تو رو خدا تیری پیر داشته باشی یا واک. خدا شکر. پس تیری پیر رو با 76000 تا خریدیم و وارد ترکیب شو. حالا میمونه یه دفعه چپ، یک فرصت فقط برای لیونل مسی. وای حاجی خیلی صحنه استرسی، تو رو خدا آرژانتین در بیاد. یا ببین رو خدا آرژانتین میچرخونم یا اول فن. پس رفتیم سرچ کردیم تا بهترین کاپیتان تیم فوتبال ایتالیا رو در بیاریم. ببین کاپیتان تیم فوتبال ایتالیا پیرلو میتونه بوده باشه، کیلینی هم داریم. خب کیلینی رو بذاریم مثلا، احتمال خیلی زیادی میدادم که کیلینی رو توی تیممون داشته باشیم. پس رفتیم سرچ کردیم تا شاید پیداش کردیم. بارو کلر بیا توتی. پس کیلینی هم به عنوان بازیکن آخر وارد ترکیب شد. ایل بیو رو ای بازی میکنی؟ حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. اما از اونجایی که مهدی رفت و نمیخواد که دل مسی فنا بشکنه، چیکار کنیم؟ مسی هم اوور تو تک. حالا با تیمی که از بهترین کاپیتانای هر کشور چیدیم به سمت بازی اول میرویم. و اما حریف اول دیویژن 2. این چی دیگه؟ اینا رو منم میتونم اضافه کنم، چرا اضافه نمیکنم؟ به این از ترکیب ما هم ترکیب حریف. در سوخته چقدر با تو جمع چیدی، یکم باز کن. این کیه؟ این انکوه. هی داش تو رو حرف پدرت نخور اینا، خدا شاهد بخوری ناراحت میشم. پویول بگیرش، پویول بگیرش، پویول. پاسو بده، پاسو بده، پاسو بده، رونالدو بزن. برو کلا توی دروازه، یک بر یک مساوی کریستیانو رونالدو. او خطریه، خطریه. او بزن بره، بزن بره، بزن بره، بعدت میزنم اون. بزنید. حد داریم بازی میکنیم. اگه تا اینجا ویدیو دیدین حتما ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب خود چنل فراموش نشه که دکمه این پایینه و منتظر پروژه شنبه باشی. بین دو نیمه ترجیح دادیم که جای مسی و فورلان رو عوض کنیم تا مسی بتونه از پشت محوطه بیشتر شوت کنه. فورلان میاد واسه شوت زنی، فولان شوتش از همونجا میزنه، تک دست در میاره نیمار، پاسو میرسونه به امباپه، شوت امباپه. نه امباپه، امباپه برو، امباپه تو رو خدا برو، امباپه، امباپه تو بده، پاسو تو بده، بزن بزن، برو کلمه بالاخره ازت رد شدم. خود لیونل مسی تو پر گرفته اونجا میخواد شوت بزنه. لیونل مسی، لیونل مسی یه شوت توی دروازه کار رو تموم میکنه. 0-1 کامبک. از اونجایی که نیمار خسته شده بود چه شوالیه چه مغز تعویض کردی. هیچ دفاعی توی کل دوران فوتبال اندازه بکنباری که این الان منو اذیت کرد نکرده بود. اگه گذاشتم گل بزنی تو هر چی دلت خواست بگو، اگر این گل شد هر چی دلت خواست بگو. و تمام با کامبک و درخششی که لیونل مسی توی این بازی انجام داد، این بازی رو 3-1 میبریم. پس توی ترکیب جای فولان رو دوباره با مسی عوض کردیم و به سمت بازی دوم میرویم. چی جایزه میده به ما؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. بالاخره تبریک میگم به خودم واسه اینکه به این عمل دوچار شدم و اینکه خوش آمد میگم به خودم در دیویژن 1 برویم سراغ بازی. و اما حریف دوم دیویژن 2. دیویژن 1 رسیدم من. 2 باشه 3 باشه 5 باشه میزنم اول. و اما ترکیب حریف
وندای کدونا رو ما وای وای تیم این خیلی قویه، خیلی بد داریم سوتی میدیم. نزن ادکاتو نده، کاتو نده، کاتو نده، کاتو نده، کاتو نده. پاس به نیمار، نیمار اونجا میرسونه خود امباپه. شوت چه جوری در آوردی اینو؟ به من بگو چه جوری در آوردی تو اینو. بده رونالدو، برو رونالدو تک به تکی، رونالدو تک به تکی، تک به تکی، تک به تکی، تک به تکی رونالدو. نه از اونجایی که کار تیممون جواب نمیداد ترجیح دادیم جای رونالدو و امباپه رو عوض کنیم، امباپه رو یه ذره بیاریم عقب‌تر. کاتش میده، کاتش میده، کاتش میده، نگارش داره دلشو. وای 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 بد کات میدن اینا. وای وای بهترین موقعیتمونه. بزن 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 فوش بزن. آفسایده، آفسایده، گل شد، آفسایده، یا گل شد. وای گله، گله، یک بر هیچ. نیمار خسته شده بود و چاره نداشتیم جز اینکه با جهان بخش تعویضش کنیم. نگرش نزنه، بگی نزنه، فودن بد میزنه، نگی نزنه. علیرضا جهان بخش پرام بشوت، بشوت فرلان. وای دریبل دو طرفه رو دیدی علیرضا جهان بخشو؟ جهان بخش توپو نجات میده دستان حریف، امباپه میچرخه، شوته، امباپه بازم گل نمیشه. بزن بزن تمام کار، بزن تمام کار، بزن تمام کار، تمام کار. سوتو بزن، سوتو بزن، سوتو بزن. تمام برو کلو. ما تک گل زیبا این کاپیتان ما یعنی کریستیانو رونالدو این بازی رو یک بر هیچ میبریم. حالا با سه امتیازی که به دست بیاریم دقیقاً با همون ترکیب به سمت بازی آخر میرویم. و اما حریف آخر اوه اوه دیویژن 1300 قرده رنگ 85 جهان. ترکیبشو ببینم. آه از اون یکی حریف مهاجمای خیلی قوی داشت، باید بازیکنامون تو ته می‌کشیدیم عقب. دفاع چپ و راستمون اصلا جلو نمی‌رفتن. رونالدو حرکت کن. رونالدو برو. رونالدو برو. رونالدو برو. شوتش کن اینور. شوتش کن اینور. بزن تو چارچوب. نمی‌ذاره برم. نمی‌ذاره برم. او بازی می‌کنه. نت من بد آجی. بزن گل شه. برون پدرت. اما پین نفه. درست پاس بده برون پدرت. یه آدم احمق بیشور، یه آدم گاوا میکنین کاپیتان تیم، همین میشه. بزن نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، تو رو خدا وضعیت ما رو نگاه. بزن برش گل. بین دو نیمه برای اینکه حریف نفهمه که داریم چیکار میکنیم، یا امباپه و رونالدو رو عوض کردیم و امباپه یکم اومد عقب‌تر. باز دوباره اینکه نیمار خسته شده بود جاشو با جهان بخش عوض کرد. دستم خورده آجی. بده پاس تو، بده پاس تو دیگه. متاسفانه تیم بهترین کاپیتانای دنیا شکست میخوره و 4 بر 2 میبازه. اگه از این ویدیو لذت بردیم و دوست دارین که از این ویدیو اینجوری بچین اونجوری بچین از هر چیز یه بازیکن خفن دوباره بریم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و این دو تا ویدیو هم ببینید.